با سلام، همکنون یک شنبه 14 مرداد 1403 29 محرم 1446 هست. این ویدیو به شدت مهمه. افرادی در این ویدیو تعجب خواهند کرد چندین بار و علتش هم اینه که در حال چه موضوعاتی میخوایم بهش بپردازیم. مسئله محو اسرائیل، که بدونیم که این مسئله محو اسرائیل از نظر رهبر در منابع من همش سایته، اینجا به شما نشون خواهم داد منظور چه هست. و افرادی من میدونم میان بعد از شنیدن این مطالب میان در همین برنامه های ایتا و ویراستی و اینا به من اشکال میگیرن. آدم های نوجوان سال هم هستن اون افراد، افرادی که این موضوعات رو نمیدونن. و یه سری فیلم هم هست مال این چند روز گذشته مربوط به مراسم آقای اسماعیل هنیه، اونا رو میخوایم اینجا پخش کنیم و منابع نشون بدیم. چی الان مسئله؟ چند روز پیش وقتی که این اتفاق افتاد در تهران، حالا به خاطر قوانین یوتیوب زیاد اسامی افراد رو نمیاریم، من دیدم که یک جوی هست در رسانه ها این چند روز، نه فقط رسانه، اینجا من خودم رفتم در عراق، منطقه عراقی جایی به اسم تفرش، الان اونجا هستم. آها، یه مستندی هم خودم گرفتم، ولاگ مال 3 سال پیشه، تا حالا منتشرش نکرده بودم. حالا می‌خواستم ببینم بعد بیام ادیتش کنم، گفتم خب تا با این موضوع مربوط هست بیام اینجا تبلیغ بکنم دیگه. و دیدم که رفتم اینجا، یکی از آقا من اینجا مطالبم پراکنده است، هر کسی دوست نداره میتونه نگاه نکنه، انسجام نداره، به هم ریخته است، مرتب نیست، همینیه که هست. این لپتاپ و گوشی و شارژ ایرانسل و بستر من با هزینه شخصی خودم خریدم، اینجا صدا و سیما نیستش که افراد بگن که چرا اینجا همینیه که هست، دوست نمیدارید میتونید نگاه نکنید، من آدم شخصی هستم، به هم ریخته هم هست، پراکنده هم هست، همینیه که هست. رفتم اینجا فردای روزی که آقای اسماعیل هنیه ترور شده بود در این شهر تفریش که از اقواممون مغازه فطیرپزی داره، این کلوچه و کیک و کلوچه اینجا، دیدم که خیلی ناراحت بودم. چی شده؟ گفت همین الان باید از این موضوع خیلی ناراحت بود. بعد گفتم که خب پیشنهاد چیه، راهکار چیه؟ گفت همین الان باید 100,000 موشک شلیک بکنن. بعد جاهاشم تو ذهن خودش آورده بود. گفتم خب، به توضیح داد، توضیح داد. آخرش گفتم خدا رو شکر که تو تصمیم گیرنده نیستی، اگه تو تصمیم گیرنده بودی که هیچی دیگه. بس اینه که این چند روز گذشته مردم ایران 4 قسمت شدن. یک عده متخصص حفاظت از موضوعات تخصصی حفاظت از شخصیت تحلیل میکنن نظراتشون رو، به هم دیگه میگن در جمع های فامیلی، تاکسی، غیره. یه عده متخصص جنگ الکترونیک هستن، مثلا مسائل جنگ، یه عده متخصص پدافند هستن، یه عده استراتژیست هستن. استراتژیست هایی که میگن همین الان ما باید این اقدام بکنیم، اون اقدام بکنیم، اون یکی اقدام بکنیم. فارغ از این که ما نمیدونیم الان ساعت چند، 5:20 بعد از ظهر روز یکشنبه، ما نمیدونیم که در واقع حالا برنامه ریزی ها به چه صورت هست و چه اتفاقی خواهد افتاد. ما اینجا بیشتر گفتم خیلی وقت بود این مسائل رو میدونستم، ولی گفتم توی یه مومنتوم و یه برهه خاصی باشه که این مطالبی که میخوام بگم شنیده بشه، وگرنه ما نمیدونیم حالا در چه اتفاقاتی پیش رو خواهد بود. مسائل تئوریک هستش، چیزی که میگم نظریه. مطلبی که هست این سخنرانی رو خیلی زیاد، همین من دارم در واقع تبعین میکنم تبعین کنندگان رو، دقت بکنید جمله رو دیگه، دارم میخوام تبعین بکنم کسایی که میخوان تبعین بکنن، چرا که اصلا علت کاری که برام همینه. دیدم اینا مثلا پوستر درست میکنن، افراد نوجوان سال هم بیشتر، اینا که ما الان میخوایم بریزیم تو دریا فلان افراد رو، چون اینا در جریان قرار بگیرن افراد که این سخنرانی وجود داره و منبعش هم هست. ببین مال سال 24 آبان 98، مثلا مال زمان دهه 60 و 70 هم نیست. اینجا من اسکرین شات گرفتم با موبایل، سندش هم در سایت هست،
اینجا که استبعاد من سرچ کرده بودم، استبعاد معنی بعید دانستن یک موضوع. لینکش در سایت، تاریخش هم مشخصه. این متن شما میتونید به مراجعه بکنید. و یک استناد دیگه من دارم مربوط هست، این دیگه خیلی جدیده، مال همین چند وقت قبل بود، توی آبان ماه بود فکر میکنم. اینجا هم مطلبی هستش که متنش رو خواهیم دید. و اگر بشه حالا اون قسمت تفرشش اینه که بذار بگم دیگه این ویدیو چی هست. آیه آیت الله سید علی خامنه ای اصالتا اهل این جایی هستش که من هم اهل اونجا هستم، در استان مرکزی تفرش. بعد این فردی که اینجا نوشته شده در سایت، ببخشید اینا خداییش هم خیلی به هم ریخته است، اینجا حق دارید. آخه بنویسید کامنت اشکال دارندگی به من هم بنویسید. الان فهمیدم خیلی به هم ریخته است. چیکار کنم؟ من یه نفر آدم هم دیگه. خب این تصویر شما می‌بینید، چون در اینجا حداقل یک بار یا دو بار اومده، یک امامزاده اینجا هست که در واقع جد ایشون هست که در اینجا به خاک سپرده شده. از اینجا که بنشستم اگه برم پشت پنجره یا بالا پشت بون مشخص است، مستعدی که میگفتم مربوط به اونجاست. و در زندگی نامه ایشون هم اگه شما برید ببینید در سایت، اسمش هم نوشته شده که سید محمد حسینی تفریش. بعدن این افراد حالا مهاجرت میکنن، میرن تبریز آذربایجان و بعدن هم میرن مشهد. حالا اون قسمت انتهایی بهش بپردازیم. خیلی حساسه این موضوع، واقعا حساسه، اصلا واقعا مهمه. افراد جوانسال مخصوصا که در ویراستی و توییتر اینا فعالیت میکنن این مطلب رو بدونن. در واقع این سخنرانی مربوط هستش به بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی. درباره توضیح اینه که منظور از محو دولت اسرائیل چیست؟ های مطلب بگم، من افرادی که ویدیو من رو میبینن پرشون سوالی که چرا من این پایین اینجا هستم، اینجا همیشه تصاویرم در ویدیو اینجاست. ما یه بحثی هستش، اصلا موضوع سیاسی و اینا نیست، بحث در مسائل نظامی سلسله مراتب وجود داره. سلسله مراتب رعایتش اینجوریه که افرادی که روسی سربازی رفتن نمیدونن شما هنوز سرباز هستید به مدت حداقل 22 سال. یعنی شما یک دوره ضرورت رو گذروندید. بعد از ذخیره اول داری، ذخیره دوم. و اون موقع شما باید سلسله مراتب رو از جهت احترام صرفا نه، باید رعایت بکنید. به این خاطر من تصویرم آوردم اینجا قسمت پایین. حالا موقعی که در مورد نمایندگان مجلس و اینا هست، بله من سطح هم بالاتر از نمایندگانم، خودم رو بالاتر میدونم. همین خاطر مثلا اینجا باشه اوکیه. ولی خب در واقع در این سخنرانی اشاره شده به اینکه محو دولت اسرائیل به چه معناست. در خط سوم اینه که در واقع گفته شده به معنای محو مردم یهود نیست. این چند روز تحلیلگران بزرگ یوتیوب آقای محمد ندیمی غیره اومد بود از ثانیه حمله کنید بزنید اینا، بعد تحلیل میکردن بر همین اساس که اونها چجوری هستن. پس حالا که اینجوری هستن شما نباید از امام جماعت جلوتر وایستید که در نماز. حالا ببینید مطالب رو بخونید. حالا خیلی کار دارم، خب این تموم شه اینجا به چیزایی میپردازیم، به مسائل تاریخی، در موضوع استراتژی های دفاعی که در این مدت دو دهه وجود داشته در کشور ما بهش میپردازیم. ببینید در اینجا گفته که به معنای محو مردم یهود نیست، ما با آنها هیچ کاری نداریم. منظور محو آن حکومت است، یعنی افرادی که الان هستن سرکار. محو آن رژیم تحمیلی است. حالا بعد اشاره شده که در واقع مردم فلسطین که صاحبان واقعی آن سرزمینند، چه مسلمانشان، چه مسیحیشان، چه یهودیشان، خود صاحب اصلی دولت خودشان را انتخاب بکنند.
بیگانه ها و اراذل اوباشی مثل نتانیاهو و مانند اینها را که واقعا اراذلند از بین خودشان اضافه کنن، بیرون بکنن و کشور را خودشان اداره بکنن. ببین این مسئله انتخاب رو شما ببینید، اینجا شما در این سخنرانی اخیر گفتم مال آبان هست، اینجا شما دوباره مسئله انتخاب رو خواهید دید. ببین این من خاطرم هست، این تصویرش این سخنرانیش هم وجود داره، من چون فرصت کردم من پیدا میکنم. گفته که راه حل نظرخواهی از خود مردم فلسطین هست، همه کسانی که از فلسطین آواره شدند، البته آنهایی که مایلند به سرزمین فلسطین و خانه‌هایشون برگرد، خب چون خیلی مهاجرت کردن دیگه، و از کسانی که قبل از سال 1948 که سال تأسیس دولت جلیلی اسرائیل است در فلسطین بودند، چه مسلمانشان، چه مسیحیشان، چه یهودیشان نظرخواهی شود. دقیقا شما این مطلب رو همونجا میبینید، اینها در یک نظرخواهی عمومی رژیم حاکم بر فلسطین را تعیین کنند. این دموکراسی است، آن رژیم و آن دولت تشکیل شود و درباره به اون دولتی که انتخاب میشه تشکیل، درباره کسانی که بعد از 1948 یعنی مثلا لهستان و غیره، همین اخیرانش همین چند دهه گذشته می اومدن از کشورهای دیگه، اونا تبلیغ میکردن و افراد در جهان جذب میکردن به اونجا، خب که بعد از سال 1948 به سرزمین فلسطین آمده اند تصمیم گیری کنند. و این دقیقا معنای محو اسرائیل از نظر جمهوری اسلامی است، یعنی از بین رفتن رژیم نامشروع و جعلی از طریق رژیم نامشروع و جعلی از طریق سازوکار مبتنی بر آراء عمومی است. این همان نابود شدن و از بین رفتن رژیم باطل و جعلی سنسی امروز بر سر کار است. خط بعدی، از بین رفتن رژیم سنسی هم به هیچ وجه به معنی قتل عام کردن مردم و در یهودی در منطقه نیست، یعنی یک رفراندوم انجام بگیرد، رژیم حاکم برای منطقه را رفراندوم معین بکند، مردم معین بکنند. معنای از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این، و سازوکار این است. این مال سال 93 هست مطلب، و بحث دریا اینو من سرچ کردم که پیدا کنم، این مال سال همین آبان برج 9 میشه، پاییز که گذشت. اینجا صراحتا گفته شده که بحث دریا مسئله بوده که جمال عبدالناصر که فرد مصری بود گفته بوده. نظر جمهوری اسلامی به دریا ریختن کسی نیست. اگه کسانی که الان دارید پوستر درست میکنید چند روزه توی پلتفرما منتشر میکنید. خب بعد این مطلبی که مال سال 98 هست، در واقع قسمت بعدیش اشاره میشه به مسئله بالکان. بالکان را هم افرادی که نمیدونم میتونن مراجعه بکنن به تاریخش، منطقه اونور ترکیه، سالها اینا با دولت عثمانی، دولت های دیگه که اونجا فعالیت های سیاسی انجام داده بودن، سازوکارهایی رو تعیین کرده بودن، رو یک اتفاقاتی در انتها براش افتاد، اتفاقاتی که اونجا بعدن ما خب خیلی مفصل میشه خواهیم درش توضیح، ولی در افراد سرچ بکنن که در واقع در بالکان چه اتفاقی افتاد. نظر ایشون اینه که راهکار یکی در واقع که چگونه این اتفاق می افتد، ایشون یک مثال شاهد تاریخی بیاره که در بالکان هم اتفاق افتاد، که حالا نظر خودم رو بخواد بدونید فکر میکنم همینجوری میشه، یعنی باید مثلا این مسئله فلسطین بحث ما نیستش که دوستان، صرفا مسئله ما نیست که الان مثلا بخاطر اینکه این اتفاق افتاده ما فکر کنید مثلا ما سردمدار این موضوع هستیم. در دنیا الان شما میدونید دیگه، در اروپا، در کانادا، در آمریکا، در شرق، اندونزی، مالزی، غیره، باید سطح فشار بین المللی در سازمان ملل، شورای امنیت، غیره اینقدر بالا بره فکر میکنم این اتفاق بیفته، که مشابه آن چیزی که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد. و الان هم میبینید که در حکومت بعدی آفریقای جنوبی اصلا جام جهانی برگزار میشه و غیره، و افرادی که اونجا هستن که دو قسمتن، افراد نمیفهمن اونجا آفریقاست همشون مثلا
اصلا سیاه پوست اینجوری نیست. نصف اصلا مسئله این بود که افراد مهاجری اونجا یک حکومت تشکیل داده بودن و یک کارهای نادرستی کردن، فرق میذاشتن بین افراد. همه این اتفاقایی که الان در جریان هست اونجا به شکل دیگهش افتاد و حکومت جدیدی که سر کار اومد الان مردم اونجا با هم دارن زندگی میکنن، هیچکی هم با هیچ کسی اختلافی الان نداره. یعنی آنچنان چیز غریبی نیست این که ما بدونیم بگیم در آینده منطقه فلسطین مثلا چه اتفاقی میفته. بعد اینایی که این همه با هم مثلا مسائلی داشتن با هم میتونن زندگی کنن، بله چرا که نه. حالا بعد دید وقایع تاریخی به چه اتفاقات آینده به چه صورت رقم خواهد خورد. این مسئله بالکان رو من خواستم اینجا بهتون نشون بدم و کنم دیگه تموم شد، محتوام تموم شد. این دوتا سخنرانی بود و علاوه بر این که آها یه مسئله جنگ هست. این از دوران من پنجم دبستان بودم، دوران کودکی میشه دیگه، من خاطرم هستش که مثلا مدرسه چهارم یا پنجم دبستان گفتن که بیستم، زمان جورج بوش بود، شما بیشتر افراد نوجوان سال مثلا این ویدیو رو که ببینن نه یادشون نباشه، گفتن بیستم قرار حمله بکنه. از چهار ماه پیشش مثلا مهر بود میگفتن سیوم قرار حمله بکنه، کی؟ جورج بوش. بعدن هی وقایع مشابه هی تکرار میشد، مشابه که یعنی در جاهای دیگه. خلاصه مطلبی که میخوام بگم و بگم آقا در این کشور از وقتی که من یادمه، یعنی 20 سال 25 سال 30 ساله، بس 30 سالم الان دیگه 31 سالمه، مواقعی بوده که واقعا این که میگن خطر جنگ، واقعا خطر جنگ بوده، اما مدیریتی که این فرد انجام داده. من الان یه مسئله جالبم به شما تصفیه قسمت پایین نگه داشتم ببینم بزنم به شما نشون بدم وقایعی، یعنی استراتژی که در حوزه تسلیحات از اون زمان، این که ما در موضوع موشک، در موضوع موشک صنایعمون رو گسترده بکنیم اینقدر اهمیت داشته که شما اگر برید مراجعه بکنید به مثلا دهه 60 که ما مثلا در جنگ بود، مثلا میگن آقا سیم خاردار نداشتیم و تحریم بودیم نمیتونستیم بخریم. بله سیم خاردار نمیتونستیم بخریم، چه برسه به این که بخوایم تسلیحات تهیه بکنیم که فکر کنم برای چند تا موشک چند نفر رو فرستادن الان هستش. صحبت های مصاحبه اگه اشتباه نکنم آقای رفیق دو صحبت بکنی که ما با چند نفر رفتیم یکی از کشورها که بتونیم چند تا موشک تهیه بکنیم، اونم چه موشک هایی؟ خیلی کاربردشون ساده بوده و در آنچنان اهمیت نظامی نداشتن. اما این فرد در برنامه ریزی که انجام میده در حوزه استراتژی نظامی، اینو من خداوکیلی سوگیرانه و سیاسی نمیگم، من علاقه دارم به موضوعات تاریخی و سیاستمداران و مسائل اینگونه، سیاستمداران شرق عالم، غرب عالم مطالعه میکنم گاهی اوقات ببینم که این افراد چه برنامه ریزی انجام میدادن در موضوع مثلا اداره یک کشور. خیلی واجد اهمیت هست. ببین موشک یک ابزاری هست که شما بدون خلبان با یک هزینه کم میتونید دسترسی پیدا بکنید به تارگتتون که در فاصله مثلا 2000 کیلومتریه. این که من اینجا مثلا توی آپارات و یوتیوب اینو موشک بیزارم اینا صرفاً به خاطر مثلا موضوع مثلا مربوط به ایران و اینا نیست، این یک استراتژیه که من خیلی برام یکی از چیزهای جالبی که من دیدم در این قرن اخیر همین موضوعه که شما ببینید هزینه ساخت یه دونه هواپیمای جنگنده F-35 چقدر هستش، چه تکنولوژی احتیاج داره و چه هست میخواد بره یه جای بمباران کنه برگرده دیگه، بعد فرودگاه هم نداره، بعد روی دریای فرودگاه درست کنی براش، احتیاج به سوختگیری داره، بعد برید سوختش رو هوا مثلا سوختگیری انجام بده. همون موشک بالستیک از
در واقع گرانش زمین استفاده میکنه برای حرکتش و میره برخورد میکنه با یک هزینه یک دهم آن چیزی که هواپیما لازم داره. خب تو فاصله 25 سال بهترین استراتژی دفاعی همین اینه دیگه. و شما ببین این جمله رو دقت بکنید، یکی از بهترین استراتژی های دفاع قدرت نظامی است. اینو من کجا فهمیدم؟ دوستانی که نمیدونن اینجا من الان کارتونی که درست کردم برای فلسطین هست، ولی من اینجا بازی کامپیوتری هم انجام میدم در همین آپارات و یوتیوب و اینا. اینجا من کارتونش هم درست کردیم پخش کنیم اونجا هر روز بازی ها. یکی از بازی که من انجام میدم بازی استراتژیکه، همین جنگی و قلعه و اینا. یکی از بازی ها قلعه دو هستش. اینو من جنگ های صلیبی قلعه هستش، استرانگ هولد. اولین جایی که من متوجه شدم این موضوع رو که شما قدرت نظامی براتون تضمین دفاعی میاره، تضمین امنیت دفاعی میاره، اینجا بود. آقا اینه دیگه، من خود افراد تینیجر برن آقا بازی ها رو ببینید که الگوریتمش اصلا به چه صورته. اولش که شما زمین رو در اختیار میگیری، حالا مثلا ماینکرافت و اینا برنامه ریزی شده است، ولی اینایی که بر اساس الگوریتم خودش کار میکنه، اول که قلعه رو درست کنی شروع میکنن به شما حمله کردن اون کشورهای دیگه اطرافتون. من خیلی کوچیک بودم این موضوع مواجه شدم، دیدم که هرچی در واقع مزرعه درست بکنی و غیره اینا حمله کن. دیدم شما اگر دیدم که سرباز درست بکنی، تجهیزات درست بکنی، به محض اینکه نیروهات، نه فقط نیرو، تجهیزات نظامی زیاد میشه، اونا حمله نمیکنن. بعد شما برنامه‌ریزی کنید حمله کنید. این یعنی الفبای ساده ای که شما دید بازی کامپیوتری هم میتونید موضوع متوجه بشید. این باید یه مقدار بی انصافی افراد در موردش صحبت میکنن. این واقعا ربطی هم لزوما به در واقع حکومت جمهوری اسلامی نداره، در همه جای جهان این کار میکنه. شما وقتی که قدرت نظامی نداشته باشی، طبعا حالا این سازمان ملل و اینا باور بکنید آنچنان قدرت نمیگه میگفت اصلا تشریفاتی هن فلان، ولی چرا مثلا همین شوره امنیت سازمان قطعنامه‌اش مهمه فلان. اما این دنیای جدید ما که میبینیم موبایل و هوش مصنوعی و اینا آنچنان تفاوتی نکرده به صورت ماهوی با انسان مثلا 300 سال پیش. آقا شما اگر قدرت نظامی نداشته باشی، قدرت نظامی تن بازدارندگی نداشته باشه، به شما حمله خواهند کرد. ببین این تجهیزات موشکی ما الان داریم، اگر در سال مثلا زمان جنگش رو صدام حمله نمی کرد دیگه، در صدام اینجا همسایه مونه. اینو من به چه خاطر میگم؟ افرادی، حالا من یه کتاب رو هم اینجا معرفی میکنم بهتون که گفتم دچار حیرت خواهید شد. خود افراد نمیدونستن که همچین نظری وجود داره در مورد محو اسرائیل. خب خیلی هم نمیدونم، به خودم این میپرسن آقا از هم دیگه که منظور از محو اسرائیل چیست. خب اینجا مشخص شد منظور محو اسرائیل چیست. ببین این موضوع زمان جورج بوش و اینا که هیچ، اصلا واقعا آمریکایی‌ها خواستن حمله کنن. موضوع بعدی که من خاطرم هست زمان چند سال بعدش بود، یه گروهی، حالا این باز یوتیوب نمیشه زیاد در صحبت کرد، افرادی که در افغانستان بودن زمان قبل از این تیمی که هستن الان، که دیدم سایت تیک از سایت های خودمون تو همین مراسم تحلیف و آقای پزشکیان نشد که حکومت در واقع دولت سرپرستی افغانستان اون دوره قدیم ترش که بودن اونجا، بعضی از نیروهاشون توی یک شهر مزار شریف حمله کرده بودن به کنسولگری ایران و افراد اونجا رو، کارمندای سفارت رو به شهادت رسونده بودن. اونجا هم باز مسئله پیش اومد، مسئله جنگ. خاطرم یعنی افرادی که الان همین مثلا افراد مثل آقای تاج‌زاده و غیره اون زمان گفتن باید همین الان هستش، رو میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید. بنر رو وردن تو خیابون و تظاهرات کردن. همین پارسال زمان آقای احمد مسعود، پسر آقای احمد شاه مسعود، پسر فراموش کردم، همین از زمان دو سال قبل
در منطقه پنجشیر که اونجا حواشی بود. ببینم فکرم ریخته به هم چون حساسیت این موضوع بالاست. احمد مسعود دیگه نه، این کلاه میذاره، حتی کلاهش فرق میکنه با من. این همین کلاهی که از خودمونه، من از زمان سربازی نگه داشتم، نامونشانش کردم، بعضی وقت در موضوعات جنگی میارم. کلاهی اون چیز فرهنگی داره اونجا. احمد مسعودم خیلی از افراد اصلاح طلب اتفاقا گفتن همین الان باید بریم حمله کنیم به افغانستان. باز پیش خودم ذهنم الان دارم نگاه میکنم این فامیل اون که مغازه کلوچه پزی داره، بزنم من خدا رو تصمیم گیرنده نیستی. اون زمان قدیم افراد نمیدونستن که اون زمان مزار شریف رو دارم میگم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حتی در زمان که آمریکایی حمله کردن به صدام، اون موقع هم بازی افرادی میگفتن الان ما باید بریم با آمریکایی‌ها بجنگیم، باید بریم انتقام ببخشیم، بریم انتقام خود با صدام بجنگیم. حداقل 4 دوره 5 دوره مسئله جنگ بوده، تا این اخیرش هم که این یکی 2 ساله هم شما خودتون دیدید. در مسئله قره‌باغ این دیگه من قشنگ اینو یادمه، هم دوره اولش و هم دوره دومش رو. قره‌باغ همین آذربایجانی‌ها با ارمنستانی ها میجنگیدن، اونجا هم باز مسئله پیش اومد. همین پارسال خود قبل از موضوعات فلسطین که پیش بیاد، که 2 ماه قبلش همین آقای الهام علیوف میومد اونجا مسئله تر میکرد که ما بخواستن تو جاده بکشن، همین الان هم قصدشو دارن جاده بکشن، وصل بشن به نخجوان. خب اونجا ما ارتباطمون قطع میشه با ارمنستان و قسمت مثلا روسیه شرقی، روسیه غربی که بتونیم ارتباط پیدا کنیم به اروپا. اونجا هم این مسئله بود. حالا میخوام به شما چی بگم؟ که این فرد اتفاقا فردی به معنی این که دنبال جنگ باشه نیست. این کتاب رو ببینید، آیت الله سید علی خامنه‌ای در 30 سالگی ترجمه کرده، در سایت میتونید مراجعه بکنید، مربوط به صلح امام حسن. و شما مراجعه بکنید به کتاب های ایشون، چند تا از که بی حالا یه قسمت هاش مثلا مسائل دینی هست، اما مربوط هستش به حالا این مورد خیلی ترجمه هست، نشته آثار ترجمه، اونایی که تألیف و پژوهش هست بیشتر دینیه. اونجایی که ترجمه هست در واقع یکی دوستش اینجا من برام جالب بود، من زمان محمد علی جناح و مثلا آقای اقبال لاهوری و مربوط به اتفاقاتی که در هندوستان زمان گاندینا اتفاق افتاده هست، و این صلح امام حسن مربوط به نوشته شیخ راضی آل یاسین، یک فرد عراقی بوده به نظرم، نشون ترجمه کرده در 30 سالگی. حالا شما اگه برید خود این کتاب رو اگه من بتونم به شما نشون بدم، توضیحاتش رو کامل توضیح داده که من خودم یه نوشته های موضوع صلح امام حسن برای من یک موضوع جالب بوده همیشه، یک نوشته هایی داشتم، بعد میخواستم بدونم پیداش بکنم به شما نشون بدم توضیحاتش رو کامل. این چی هست؟ حالا پیدا میکنم، حالا یه لحظه ویدیو رو متوقف بکنم که حرفم پیدا کردم یا حرفم سند داشته باشه. این کتاب هست تابستان 1397 به چاپ رسیده، این نسخه‌ای که دارید می‌بینید، اما ترجمه نسخه اولیه در سال 48 در سن 30 سالگی، این هم از سن من. بعد من نشستم اینجا بازی کامپیوتری انجام میدم و این کتاب در سال 1348 در ترجمه شده به فارسی. انگیزه هم به این صورت هستش که اینجا گفته که من یکی از آرزوهای دیرینه خود را برآورده می‌یابم بعد از در واقع ترجمه کتاب. و در واقع ایشون خودشون توضیح دادن که یک سری یادداشت ها اینجا، تصویر خود کوچیک نمیتونم ببینم،
یک سری یادداشت ها داشتم، اما بعد به این کتاب دیدم کتاب وجود داره و این کتاب رو ترجمه کردم. و حالا جمع‌آوری شده دیگه. بفرمایید. اتفاق حالا همین دیگه، شما نمیدونید که یکی از بهترین استراتژی‌های دفاعی و حفظ صلح همین قدرت نظامی است. اما این به معنی نیستش که الان شما این قدرت نظامی دارید الان به در اینترنت تکلیف تنگ تکلیف بکنید که همین الان باید حمله کرد به اینجا، همین الان باید حمله کرد به اونجا. به خدا باید یوتیوب برید این چند روزه، من باورم نمیشه چرا این برخی افراد نمیدونم از اون ناآگاهیه، از روی چیه؟ اگه از اون آگاهی اینو من به شما نشون دادم. آیا من حرفا رو فقط دارم میزنم، این قابلیت این ندارم ببره اینو قسمت قسمت منتشر بکنه. شما که دارید میبینید خودتون مراجعه بکنید و خودتون برید نشون بدید به افراد. یا آقا شما چرا میگید که همین الان باید حمله بکنیم، اینجا رو بزنیم، اونجا رو بزنیم، بعد این کار رو کنیم؟ خب همین اینو من خواستم نشون بدم، بعد یه کم کم بریم موضوع تفرش یا بسه ویدیوهای جالب. اینو ببینید، این مربوط به این ویدیو مربوط هستش به مراسم در واقع تشییع پیکر آقای اسماعیل هنیه در تهران برگزار شد. آقای مسعود پزشکی، خب این تصاویر جالبی هست، عکسی که دارید می‌بینید. من خودم خیلی علاقه دارم مسائل نظامی کلن، این تصاویر اونجا خیلی تصاویر زیادی هست. اگه افراد نگه خواستن در کامنت ها هر جایی دارید میبینید، در فیل و آپارات یوتیوب، همین ویراستی هم میذارم جای مختلف، هر کسی اینا پیدا کرد کامنت ها اگه بگه اینا من براش فوروارد میکنم. خیلی جالبه، مال زمان قدیمه، مال زمان جنگ. و آره دیگه، همه اینا مال دهه 60 دیگه، همه اینا مال دهه 60. خب این تصویر، این ویدیویی که دارید میبینید مربوط هستش به در واقع نماز میت که برگزار شده بود. آقای مسعود پزشکیان که من از طرفداران ایشون بودم، بر انتخابات جا تبلیغ کردم، نه فقط در اینترنت، حالا فیلماشو منتشر کردم به صورت مستند. در همین تفرش از تیر برق رفتم بالا، بنر درست کردم برای آقای پزشکیان. البته بعد از انتخابات هم اومدم گفتم که آقای پزشکیان باید به وعده هات عمل بکنی. حالا وعده الان چون وعده ای نداره، ولی خب مثلا چیزایی که گفتی باید عمل بکنی. اینجا ببینید که آقای پزشکیان احتمالا اینجا سر صف مقدار عقب‌تر باشه، خب اونجا افراد فلسطینی هم هستن. ایشون به آقای پزشکیان اشاره میکنه که خیلی افراد ندیدن، من دارم برای برخی از طرفداران ناآگاه های جلیلی دارم اینو پخش میکنم که اینا رو ببینید و در جریان باشید. اشاره میکنه آقای پزشکیان که اینجا پیش من بیست برای نماز، دقت بکنید. دیدین من دوباره تصویر بیارم عقبتر. بچه ببینید آقای پزشکیان بوده که اینجا ایستاده. حالا یه چند تا فیلم دیگه هم هست من مثلا پیدا بکنم. حتی شما دیدید که در شب فکر میکنم دوم محرم، شب دوم محرم در مراسمی که در حسینیه بیت رهبری، اونجا مراسمی که برگزار میشه برای محرم، حسینیه امام خمینی در بیت رهبری، نه مرقد امام، در حرم امام، مراسم که رفته بودای پزشکیان، مراسم خودش با اعضای مثلا ستاد اینا بود. یعنی که ایشون رو، آقای پزشکیان رو همراه خودش آورد روی مراسم. اون فیلمش الان پخش میکنم. یه فیلم دیگه هست، اینم جالبه، این خیلی جالبه. این فیلم من فکر کنم این فرد فلسطینیه، این فرد فلسطینی، ما همین پر روز مراسمه. اینا من بعد یه روز بعدی الان زمانش گذشت، می‌خواستم این عکسای مراسم رو بیام چه دقیق بررسی بکنیم ببینیم که چه افرادی بودن و چه صورت بود. خدا زمان می‌برد، مطالب رو می‌مقدار فشرده بود، از نظر خبری نمی‌رسیدیمش. خب این فردی که در تصویر می‌بینید، به خودم بیام کنار، این فرد که تصویرش روشن هست ولی مورد توجه قرار گرفته بود این تصویر،
این فرد از دور میاد، حالا اینا همهشون چک میشن از نظر امنیتی که کسایی که بخوام برن اونجا. ولی خب ببینید پیکر این شهیدان را بر دور. خب این صدا رو من کم میکنم به خاطر حساسیت یوتیوب، نه صرفا از نظر کپی رایت، به خاطر اینکه به بعضی از واژگان حساسیت داره. ما اینجا باید قوانین این پلتفرم رو رعایت بکنیم اگه میخوایم درنش فعالیت بکنیم. البته اینترنت یه مقدار سخت شرایطش دیگه. اگه این میدونی این یوتیوب اگر دسترسی راحت ما رو میتونستیم اونجا فعالیت بکنیم. حالا بلند به شوخی گاهی وقتا در همین ویدیو هم میگم که من یه دوستی دارم در اندونزی، بعد از طریق ایت ها اون برام میذاره یوتیوب. نه دیگه، خودمون میدونیم با چه سختی. تا اینجوری که نمیشه تاثیرگذار بود که. اگه اینترنت یوتیوب دسترسیش درست بود، من میتونستم همین موضوعات فلسطین رو به کانالای به انگلیسی باز بکنیم، افراد رو بیاریم صحبت بکنن، بیشتر آشنا بشن در موضوع. سخت دیگه. پلتفرم خودمون رو که آخه مثلا پلتفرم های خودمون رو که خارجیان نمیبینن که. خب این فرد ببینید خیلی جالب رفتارش. آه حسین علیه السلام هستیم، برمی خروشیم و فریاد میزنیم حیات من نزله. دیدیدش؟ حالا البته دیگه بیشتر وقتی صحبت ها تمام میشه دیگه نمیذارنشون جلوتر بره، کسی نه جلوش نمیره. فریاد میزنیم حیات من نزله. احتمالاً این فرد فلسطینی هستش، چون مسئولین که اونجا هستن، ما اینجا خیلی ها رو میشناسیم، احتمال افراد فلسطینی هستن یا از لبنان و غیره که ما اینجا نمیشناسیمشون. نصر من الله و فتح. آها ببین اینجا میخواد بره، بازم اجازه نمیدن. خب این ویدیو جالب توجه بود. آی پزشکیان رو ببینم پیدا میکنم، اگر پیدا کردم اینجا پخش میکنیم. بعدش هم این امامزاده که من رفته بودم رو نشون میدم. یه لحظه ویدیو متوقف بکنم تا پیدا کنم. خب پیدا کردم. شما به من بگید که آیا همچین حمایتی آیا دیده ای؟ اینشون روز دوم مراسم بود، پشت سر خودشون همراه با خودشون ایشون رو آورد توی محل حسینی. خب این برای کسایی بود که چی در جریان بگیرید، افرادی که هر روز الان آقای پزشکیان هر کسی رو منصوب میکنه، ما به اینجا بیم جواب پس بدیم که چرا اینو ایشونو گوشته معاونت زنان، آقای ظریف گوشته معاون راهبردی. خب مردم رأی دادن که ایشون افراد منصوب بکنه دیگه، وگرنه به شما رأی میدادن که شما منصوب بکنید. آقای پزشکیانو منصوب کرده، ایشون هم رئیس جمهور قانونی هست، شورای نگهبان هم تایید کرده، اعتبارنامه‌اش امضا کرده، تنفیذ شده، مرحله تحلیفش برگزار شده، ایشون رئیس جمهور قانونیه. اگر احتیاج بود که در واقع حالا سیاست‌های بالادستی در مورد ایشون به ایشون توصیه بکنن، توصیه میکنن. شما نگران نباشید در ایتا و ویراستی و اینا. فقط یه جایی که من نمیتونم هیچ وقت برم توییتر، هر بار وارد میشم و اکانت من بسته میشه، اصلا عطاش رو به لقاش بخشیدم، نمیخوام اصلا برم دیگه. ویراستی خیلی جالبه. حالا میخوام یه سلسله جلساتی بذارم به صورت زنده که نمیشه، کنترل سخته، ولی ضبط بکنیم که اگر امکان داشت مثل دایره سیاسی اونجا با افراد صحبت بکنیم، با آدما، چون اونجا با هویت خودشون هستن همه و قابل کنترل تره. کلاب هاوس و اینا ایرانی های خارج از کشور هستن، خیلیشون هم با اسم اکانت ناشناس هستن. به همین خاطر برای من که همه کارم قانونی و روشن هست، سخته مقدار برگزاری این جلسات در اونجا. ولی بعد اگه در چالان ایتا در کانال خودمون مثلا این چیزها رو برگزار بکنیم، فقط جمع خودمون، میخوام با افراد جدید، ذهنهای جدید گفتگو بکنیم. پس سلسله جلساتی برگزار کنیم به اسم چی؟ دایره سیاسی اگه بشه. حالا هر روزی یه بار، روز بعد موضوع مهم بود روزی دو بار، چند روزی یه بار، هر بود به صورت تایتل دار، مثلا در این موضوع، در اون موضوع گفتگو بکنیم با آدما، نمیگه مثلا نظر افراد در مورد موضوع جاری چیست.
پس این میشه دایرکت. در کجا منتشر میکنم؟ در همین قسمت های اولیش رو به صورت پایلوت و ابتدایی در همین یوتیوب و آپاراتی که دارید میبینید، شکل یوتیوبی که دارید میبینید اینه. کانال های من همه بسته شد قبلا، اینکه مثلا یادم رفته بود اسم آقای احمد مسعود و منطقه اوکراین و اینا، به خاطر این بود که میخواستم با حساسیت برانگیز نباشه، میخواستم اسم پدر ایشون رو بیارم یا خیر اسم اون افراد مخالف طیف مخالفش رو بیارم اینا، چون که کانال من قبلا به مشکل خورد از نظر همین قوانین یوتیوب، هم زمان 3 سال پیش جنگ اوکراین، هم اخیرا به خاطر موضوعات فلسطین. الان این کانالی که دارم دیگه میخوام باش با طبق قوانین بر فعالیت داشته باشه. قسمت های دایره سیاسی، چون اونجا ممکنه خیلی موضوعات مثلا فلسطینی ها صحبت بشه، قسمت های اولیش رو در همین کانال آپارات و یوتیوب برگزار کردم. قسمت های بعدیش رو یک کانال دیگه ای دارم من، هم در همین آپارات، هم فقط نشه سیاسی، همین عکسی که خودم هستم اینجاش نشه سیاسی، اونجا میذاریم که دیگه بقدر تخصصی تر هم باشه. تو اینجایی که دارید میبینید همه موضوعات هست، از موضوع آقای امیر تتلو، از موضوع آقای بیرانوند، موضوعات عمومی، موضوع هنرمندان و اینا. حالا این موضوع هم چون الان مهم هست در اینجا من منتشر کردم که تعداد افراد بیشتری ببینم. پس دایره این مزید دایره، اگر راه اندازی کردم با یک دو تا من دو تا لپتاپ دارم، یک دو تا این موبایل دارم، یک گوشی دیگه هم دارم، به صورت استریمینگ پخش میکنیم. خیلی حرفه‌ای اگه بشه. قسمت اولیش مقدار ابتداییه ولی بعدم پیشرفته تر میشه اگر راه اندازی کردم این کار. خب این خوبی همین دیگه، این بود ویدیو. و قسمت بعدی که باقی میمونه همین امامزاده که خودم رفتم هستش دیگه، مطلبی باقی نمیمونه. پس من یه بار سایت ها رو چک بکنم، این چیزایی که آماده کرده بودم که ببینید. خب کتابم معرفی کردم. آها دیگه تفرش اینجا من حالا به دلیلی اینجا فعلا هستم یه مدت هست و اینجا آب و هواش خیلی خوبه، اینجا خیلی دوست دارم. من در عراق بزرگ شدم ولی اصالتا مربوط هستیم به این تفرش. و 3 سال پیش این موضوع مال خیلی وقت پیش، 3 سال پیش زمستان، مسئلهش هم این بود که من رفته بودم در تهران، بودم وقت تهران زندگی می‌کردم. او اینکه باز نمیشه، با مشکل پلیر داره. در تهران امامزاده داوود تهران سیل اومده بود، بعد در همین یوتیوب میتونید ببینید. بعد من رفته بودم در مناطقی که بس سیل اومده بود، بیشتر به خاطر این مثلا آشنا شدن با موضوعات گردشگری اونجا، به صورت سلسله ویدیوهایی در مورد امامزاده داوود اونجا من مثلا ولاگ میگرفتم، نشون میدادم محیط و اینا. بعد همون موقع کاری پیش اومد، اومدم تفرش گفتم حالا که این موضوع امامزاده داغ هست، در اینترنت دیده میشه، چیکار کنم؟ برم این امامزاده فم در این شهر تفرش، قسمت شمال شرق، قسمت بالایش اینجا امامزاده ای هستش که در واقع جد اسمشون نوشته بود دیگه در این سایت. ببینم دوباره، یعنی همش اینجا سند داشته باشه، حتی بله ببین جد اینجا نوشته که جد علای ایشان آی سید محمد حسینی تفرشی. خب اصلا به این امامزاده میگن امامزاده محمد. گفتم حالا برم سری اینجا یه مستند بگیرم، ولی میخواستم اینو ادیت بکنم بعدا منتشر بکنم که دیگه هیچ وقت نشد. حالا چرا میخواستم ادیت بکنم؟ بخاطر اینکه آخرش میخواستم همین تصویری که سندی که ایشون اومده اینجا رو پیدا بکنم، همین امامزاده اینجاست، ببین اینجا این تصویرا رو بذارم آخرش، بعد کیفیتش هم خوب نبود، بعدا منتشر بکنم که هیچگاه نشد. بعد حالا تصاویر حالا سفری که ایشون چند سال قبل داشته به اینجا رو بیام بذارم، بعد منتشر کنم که هیچگاه نشد. حالا میخواستم خودم ببینم اینو توی موبایل قدیم، این بود کیفیت دوربین، ما آیفون گرفتم خیلی پایینه، ولی زمستون سرد بود. الان اینجا رو بازسازی کردن خیلی خوب شده البته، حالا اگه بشه دوباره اگه علاقه مندانی بود میام اپیزود 2ش اونجا میگیرم. دیدم که حالا عکس رو ببینم، خیلی پراکنده است مثلا، ذهنم هم پراکنده است، نمیدونم باید چیکار کنم. این تصاویر رو بیارم ادیت بکنم بعد منتشر بکنم. الان میخواستم این ویدیو رو ببینم این چند روزه که ببینم اگه قابلیت مثلا انتشار داره. گفتم خب حالا که من میخوام ببینمش، بیام در همین موضوعی که داریم صحبت میکنیم
و درباره رهبر هست، همینجا ببینم، همینجا ببینم که اونجا چی گفته، همین قابلیت انتشار داره نداره. آه ببین اینو همه رو بازسازی کردن الان، همین چند روز پیش من رفتم اینجا در خیابان اصلی تفرش فم بالای باغ ملی هست، هیئت برگزار میشه، روبروش یه مسجد هست یه حسینیه، ببینم این قابلیت انتشار داشته باشه. ببینم بعد این عکس ها رو هم اینجا نشون میده، این عکس این مال سال فکر میکنم دهه 70، مال چه سالی هست، خیلی از اینجا منطقه استادیوم، خیلی از افرادی که تو این تصویر هستن هنوزم هستن، خیلیشون از دنیا، یکیشون از دنیا رفته و میشناسمشون، همه این افراد خیلیشون الان هستن، حالا مسنتر شدن، گفتم ببینیم که چون هیچکی باورش نمیشه. من به هر کی میگم آقای آیت الله سید علی خامنه ای، درسته فامیلیش خامنه ای، خودش هم بچه مشهده، ولی اصالتا مال تفرش هست، اجداد جد ایشون و یک طایفه ای هستن از سیدا، در هزاوه عراق هم همین گونه هست، ولی خب فامیلن به هم، هیچ کی باورش نمیشه. فهمیدم اینجا به من به صورت سند با سرعت این من اینجا نشون بدم که این فقط سفر نیست، توضیح داده خودش اینجا در قسمت نگاهی گذرا که برید در ببخشید اینجا خودش رو توضیح داده که در واقع میتونید باز سرچ بکنید یک جایی توضیح دقیق داده که با اجدادمون چه افرادی بودن، در کجا زندگی میکردن و حتی اسم میبره از فردی که در همون هزاوه عراق هست. خیلی جالبه اینو، حالا من گفتم اینو اینجا پخش بکنیم ببینیم، خودم هم ببینم، نمیدونم حالا مطالبش قابل انتشار هست. اینجا تاریخش اولش بکنم اعلام کردم. خب دیگه کسایی که نمیخوان ببینن تموم شد دیگه، موضوعات سیاسی و استراتژیک و غیره، اگه میخواید برید برید، من میخوام ببینم قابلیت پخش داره، کیفیتش به چه صورت است. صحبت میکنم اولش انگار این بذار توضیح بدم. خب اون موقع هم من همینجوری بودم. چقدر جالب. آخه دوستان من من بلدم سخنرانی بکنم اینجا با به سبک سعدی و حافظ و با فن بیان آنچنانی، ولی من دنبال این هستم که در این حوزه مدیا شما بشید سبک جدید کانکشن رو حالا ابداع کرد که افراد احساس صمیمیت بکنن. اگه این مطالبی که تو این یک ساعت یا هر چقدر که دارم سوال بکنم هنس فری میذارید تو گوشتون یا موبایل اینجا میگه گوشتون، انگار یک کسی، یعنی من دنبال این هستم که انگار یک کسی داره با شما صحبت بکنه، نه اینکه وگرنه تو تلویزیون افراد میان اینجوری میشینن با عرب ببینید دقت بکنم، خیلی هم اینجا رو مرتب نمیکنم که این صمیمیت به وجود بیاد، یعنی میان تو تلویزیون اینجوری میشینن با عرض سلام خدمت فلان، کانکشن، من در کانکشن هستم نه محتوا، انتقال محتوا، کانکشن. خب بریم داخل امامزاده ببینیم به چه صورت هست. ماشین خودم، ولی خودم این ها، این ماشین خودم، پشتش پرچم زده بودم. این مال چه زمانیه؟ مال زمستان سال 1400 یا 99. اینجا اکو عکسش رو بعدن، آره این عکس رو عکس بودن، عکس رو بعدن گذاشته بودن. الان میرم داخل، دو نفر دارن کار میکنن، بعد میگه تو کی هستی؟ من نمیخواستم اینجا تو، چون خواستم یوتیوب بذارم نمیخواستم افراد متوجه بشن، بعد گفتم فلانی هستم علی فلان جا، بعد اون فرد یکی از عموهای من اونجا اسپورت گفت با فلانی، خود چون یکی اومده با دوربین وسط زمستون تو امامزاده که دارن اونجا تعمیرات میکنن چه کار داره؟ همینجا تفرش، 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 ابردر و کوهی. آهان ابردر، بله بله بله، قربونت برم. عادی دید آش مثلا خودمون اونجایی هستیم، بگی بخواهی نمیذاش اینجا داشتن تعمیرات انجام میدن. آه پیدا کردم، میخواستم آره دیگه این آقای خامنه ای هم اینجاست، خیلی جالب. قبلا یه عکسی بودش اینجا گرفته بود، خب این شد در جریان باشیم، از اون فرد پیمانکار میپرسیم بعد چند سال پیش جلو در زده بودن نیسته؟ الان گذاشتن عکس رو اینه بگه جلو در مورد تاق ها هم صحبت، چون من رشته موقع معماری بود، خب در واقع در معماری هم مثلا علاقه داشتم که ببینم چه جوری ساخته بودن نیسته. آره آره اینا بهت بگم رشته معماریه، بهت بگم تو بگی اینه بگی این تاق به این حالت دیگه. حالا ایشون توضیحاتی میده در مورد تاق و خود این امامزاده رو هم خودم پیدا کردم که
در چه سالی اینجا ساخته شده و معماریش به چه صورت هست. خب پس میشه اینو منتشر کرد، میشه اینو منتشر کرد. آه من اینجا داشتم صحبت بکرم، یه دونه کامیون اومد رد شد، ولی کیفیت دوربینش خوب نیست، تجهیزات مثلا گیمبال و چه میدونم مونوپد و اینا هم موقع نبرده بودم، ولی یه توضیحاتی میدم بعد انتهاش میگم که آه ببین همه رو بازسازی کردن، این همه الان بازسازی شده. تهش در انتهای این ویدیو میگم که سند چیزایی که گفتم که ایشون اهل اینجا بوده، اینجا سفر کرده، در انتهای این ویدیو دیده خواهد شد، ولی اینقدر ادیتشون زمان سخت بود، امکانات الان من نداشتم دیگه، که همینجوری قرار ادیت بکنم منتشر بکنم مونده بعد از 3 سال. حالا گفتم الان اینجا بهم پخشش بکنیم در این موضوع. حالا اگه شد بعدا میرم دوباره اپیزودهای بعدیش رو اونجا تهیه میکنم. چقدر سرد بود زمستون، اینجا زمستونش خیلی سرد، به جاش الان تابستون مثلا کولر ندارم، الان در تهران مثلا هوا میشه 50 درجه، ولی اینجا اصلا کولر ندارم، کولر کوچیک آوردم از تهران بردم خونه مادر بزرگم نصب کردم که اونجا منطقه شون یه خودم یکی از مادر بزرگم خونه شون منطقه که ساکن هستن منطقه روستایی هست در تابستان به سمت ساوه یه خورده گرمتره، اونجا بردم گذاشتم که چون تا مستنتر هستن اگه گرمشون شد در طول روز استقبال خود من، اینجا در شهر تفریح کولر احتیاج نیست، ولی خب زمستونای خیلی سردی داره. خب همین بود، اگر هر نظری داشتید بنویسید، ببخشید اگر باعث شد وقتتون گرفته بشه، بی محتوا بود این ویدیو من، به هم ریخته بود. من بیشتر مشکلم با این اشکال گرفتنایه که اشکال گرفتنای دیگه خیلی زیادیه. آقا من که فرد شخصی هستم، بدهکار نیستم به شما، که بودجه ای من نمیگیرم که بله کارمند صدا و سیما میگه آقا ایشون داره از بودجه دولتی حقوق میگیره، بودجه بیت المال حقوق میگیره، اشکال باشه آقا چون همین پریشب من اومدم خودم اعتراض کردم، آقا این فرد کارمند شبکه 3 مجری شبکه 3 اومده داره از پیش خودش صحبت میکنه، میگه که ساعتی دیگر حمله خواهد شد از اینجا به اون. خب شما باید یه فرد آزموده در درس خونده دانشگاه سیاسی ما باشی، اینا لازم نباشه از گوشی بهت بگن که آقا برای چی الان این حرفو میزنی، اصلا رسمی نیست این موضوع. و خب این حرف من منطقیه چون شما کارمند اونجا هستی، ولی در پلتفرم آپارات و یوتیوب و اینا که من چیز نیستم، که من برای خودم دوست دارم پراکنده باشه، به هم ریخته باشه، همین جوریه که هست، دوست نمیداره کسی میتونه نگاه نکنه. خیلی اعتراض داشت میتونه اعتراضش بنویسه و اگه دکمه دیسلایک داشت یوتیوب داره آپارات نه دیسلایک بکنه، اشکال دیگه من نمیپذیرم. شوخی کردم، هر نظر مخالفی داشتید درباره من بنویسید. فعلا خدا ببینم چی یادم نمیاد باقی مونده شده باشه، سایت ها رو ببینم. اینجا گفتیم مسئله محو اسرائیل رو، خیلی مهمه دوستان، اینقدر این چند روز من دیدم الان ساعت 10:11 که میشه شروع میکنن این تلگرام رو، باور نکنید این کانالاشون با هم دیگه تبادل میکنن، درآمدزایی دارن خیلی هاشون، دنبال این هستن که یک جوی به وجود بیاد شروع کنن شایع پراکنی و چیزهای عجیب غریب. بله پرواز یک پرنده فلان، حالا چیه فیلم مال 4 سال پیش شهاب سنگی که تو بهبهان فیلم گرفته، بله حمله آغاز شد. فقط منبع رسمی تلویزیون، هر وقت قرارش اقدام نظامی اتفاق بیفته تلویزیون شبکه خبر غیر زیرنویس میکنن، تا اون موقع همه شایع است. ایتا که هیچی، ایتا شما برید حمله های اتفاق میفته در تخیلات مدیران برخی از گروه های ایتا که هیچ سند واقعی نداره در دنیای خارج. مطلب بعدی هم اینه که من فکر میکنم اگر قرار باشه در واقع اقدامی، چون در سایت هم که شما برید اینجا در واقع در سربرگ سایت شما اینجا تغییر کرده، چند روز قبل من اینجا بودم ویدیوش رو ساختیم، خونخواهی هنی عزیز، اقدامی که اتفاق بیفته لزوما اون چی نیستی که شما الان در ذهنتون هست، ممکنه اصلا باید با ائتلاف گروه های منطقه، کشورهای منطقه، در زمان در واقع یکی از نیروهای نظامی ما که بیانیه دادن برنامه سومشون با
در انتخاب واژه زمان و مکان مقتضی اشاره کرده بودم. باید صبر بکنیم ببینیم که چه برنامه‌ریزی میشه، هی هم تعیین تکلیف نکنیم برای نیروهای نظامی، سیاسیون، مسئولین که این کارو بکنید، اون کارو بکنید، اون کارو، خودشون میدونن. همین بود فعلا، همگی خدا نگهدار. هر نظری داشتید در مورد من بنویسید. عکسارم کسی پیدا نکرد، کانال گیمینگ و بازی کامپیوتری من کسی پیدا نکرد، در کامنت های هر چی خواستید بنویسید، بنویسید، من براش لینکش رو ارسال میکنم. خدا نگهدار.